بسم الله الرحمن الرحیم ما و کل بشریت با پیامبر اکرم از راه دور ارتباط برقرار میکنیم با یه شمائلی از ایشون آشنا هستیم یه توصیفی دارن سید الشهدا از پیامبر که دارن شخصیت پیامبر رو توضیح میدن من به نظرم عرضم رو با این توصیف امام حسین سلام الله علیه راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اگر شروع بکنیم یه مقداری در نزدیک شدن ما به ساحت مقدس پیامبر در حد وسع ما کمک میکنه تعابیری که امام حسین دارن راجع به ایشون تعابیر بسیار بلند است یه توصیفی که ازشون میکنن میگن پیامبر دائم الفکر بود یعنی همیشه در تفکر بود هیچ وقت از فکر کردن دست بر نمیداشت و خسته نمیشد دارن که ایشان متواصل الاحزان بود یعنی همیشه در یک غم شیرین با وقاری فرو رفته بود و معلوم میشد که این غم یک غم متصلی است و بخش اعظم این غم در دل خود پیغمبره در حالی که معمولا بر لبانش لبخند جاری بود اما یک غم سنگین و ریشه‌داری همیشه در دل او بود آیا غم ناشی از درک یک حقیقت بزرگ بود غم مردم بود لیست له راحه هیچ وقت پیامبر رو ما راحت و بی غم و بی دغدغه ندیدیم همیشه دغدغه چیزی رو داشت بعد میفرماد که طویل و سکت اهل سکوت های طولانی بود پیامبر لا یتکلم فی غیر حاجه جز اون وقتی که لازم و مفید بود هیچ وقت سخن نگفت بنای پیامبر بر سکوت بود مگر وقتی که حرف زدن ضرورت یا فایده ای داشت باید حقیقتی رو آشکار میکرد باید از عدالتی دفاع میکرد در برابر منکر یا بیعدالتی بر میاشفت مشکل کسی رو حل میکرد و الا ساکت بود بعد میفرماد که لین و نرم و اهل مدارا بود اما توخالی و جافی نبود خالی نبود در این حال ترسناک هم نبود همیشه پیامبر در دل ما حرمت و ابهت داشت و ما هیچ وقت ما از اون نمی ترسیدیم ترس به معنی مذموم ترس البته نعمت هرچند اندک نزد او بزرگ بود اینا اوصاف سید الشهدا است اوصاف پیامبر است از زبان سید الشهدا بد هیچ چیز را و بد هیچ کس را نمی گفت هرگز برای امر دنیوی و برای منافع خودش عصبانی نشد در مورد حقوق شخصی خودش همیشه اهل گذشت بود اما در مورد حقوق مردم حق الناس و در مورد حق الله میگه ایشون فوری برمی آشفت و موضع میگرفت و وقتی غضب میکرد یعنی خشمش خشم شخصی و مادی نبود خشم عقیدتی بود خشم برای مردم بود خشم برای عدالت بود و وقتی که خشم میکرد دیگه لم یقم لغضبهی شیئون حتی ینتصر له تا به زانو در نمی آورد باطل رو و ظلم رو دیگه از پا نمی نشست وقتی خشم میکرد می استاد دیگه به هر قیمتی تا حقیقت رو به کرسی بنشانه فرمود که پیامبر هرگز قاه قاه نخندید اما همواره تبسم بر لب داشت ظاهر و باطنش با مردم یکی بود در خلوت و جلوت یک شخصیت داشت برخلاف من و ما همواره بخشی ثابتی از وقت خود را اختصاص به مردم و امت میداد به طور ثابت حل مشکلات مردم و کمک به مردم فمنهم ذو الحاجه و منهم ذو الحاجتین و منهم ذو الحاجات بعضیا یه مشکل داشتن یکی دو تا مشکل داشت هزار مشکل در برابر همه صبور بود و پیامبر بعد میفرماد که فیتشاقل بهم یه شغل اصلی پیغمبر داشت و او خدمت به مردم بود یه انسانگرا به معنی واقعی کلمه بود متأ در مسیر افکار و اهداف توحیدی و الهی بعد امام حسین میگن که
پیامبر میگفت ابلغونی حاجت من لا یقدر علا ابلاغ حاجته. خیلی تعبیر بلند و زیبایی است. میگه ایشان پیامبر میفرمود، بارها میفرمود که صدای کسانی را که صدایشان به من نمیرسد به من برسانید. و بعد فرمود هر کس صدای مطالبات مردم را به حاکمان و مسئولان به حاکمیت برساند اهل بهشت است. هر کس خبر حقوق پامال شده رو به حاکمان برساند، فرمود که این در قیامت که پای همه خواهد لرزید پای او نخواهد لرزید. ثبت الله قدمی یوم القیامه. یعنی مشکلات مردم رو به گوش تصمیم گیران جامعه برسانید. حتی فرمود صدای مردمی را که صدایشان به من نمیرسد به من برسانید در دوران حاکمیتشون. و بعد فرمود که یعنی در واقع مشکلات مردم و حقوق پامال شده مردم، عرض این حقوق به آستان حاکمیت. در جامعه با مردم پیامبر رفتارش چطور بود؟ سید الشهدا میگن بنای پیامبر بر دوستی و جذب و وحدت و محبت و الفت با مردم بود، نه ایجاد نفرت. این تعبیر سید الشهدا اینه: کان یؤلفهم ولا ينفرهم. پیامبر رسمش بر این بود که مردم رو به الفت و دوستی میخواند، مردم رو متنفر نمیکرد. و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیهم. در هر شهری و جامعی اونایی که اهل کرامت بودند، شخصیت داشتند و پیش مردم محترم بودند، انسانهای صالحی بودند، اونها رو پیدا میکرد و بر اون مردم همونها رو میگماشت، اونها رو حاکم بر اون شهر و اون جامعه میکرد. یحسن الحسن و یقبه القبیح. هر وقت ارزش و ضد ارزش رو میدید با قطع نظر از این که از چه کسی سر زده، ارزش ها رو پاس میداشت و در برابر ضد ارزش ها موضع میگرفت. اول بررسی نمی کرد که این کار خوب رو قوم و خویش و دوست و رفیق ما کرده یا کسی دیگری کرده، تا بعد عکس العمل نشون بده. هر جا و از هر کس عمل درست میدید واکنش درست به خرج میداد، تشویق میکرد، یقوی تقویتش میکرد. و از هر کس ولو نزدیکترین کسانش خطا یا خیانت میدید و عمل زشتی میدید، منکری میدید، سوء استفاده و بی‌عدالتی میدید، در برابرش فوری موضع میگرفت. یقبه، کان یقبه یعنی تقبیح میکرد. و یهون یعنی اون رو خار میداشت. بعد سید الشهدا فرمودن که پیامبر معتدل الامر بود، اهل اعتدال بود، در هیچ کاری اهل افراط و تفریط نبود. دیگه حالا من ترجمه شو براتون بخونم. با فضیلت ترین افراد نزد پیامبر کسی بود که بیش از همه به مسلمین به مردم خدمت میکرد. هر کی خدمتگزارتر به مردم بود پیش پیامبر شأنش بالاتر بود و احترامش بیشتر بود. نگاه میکرد کی بیشتر به مردم به خصوص به محرومین رسیدگی میکنه، خدمت میکنه، پیامبر او رو بیشتر تکریم میکرد و بزرگ میداشت. یعنی ملاکش برای نزدیکی و دوری با افراد خدمت به مردم بود، خدمت به مسلمین بود. بعد فرمود بزرگترین منزلت رو نزد او کسانی داشتند که بیش از دیگران و بهتر از دیگران با مردم مواسات داشتند. مواسات یعنی مردم رو در مال و سود و شادی خود شریک کردن و خود در غم و مشکلات مردم شریک شدن. یعنی پیامبر میگفت هر کس از شماها بیشتر از بقیه به مردم نزدیکه، تو مشکلات و مصیبت‌ها در کنار مردمه و به اونها کمک میکنه، پیش من عزیزتر و محترمتره. این منطق پیغمبر بود. اینا جملاتی که سید الشهدا راجع به پیغمبر گفتن. ما پیامبر رو از زبان کسی بشناسیم که بیش از همه پیامبر رو میشناخت، که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین. حسین از من است، من از حسین، حسین منم، من حسینم، حسین من است و من حسینم. در واقع معنیش این، اگر دقیق‌تر نگاه کنید به این حدیث، این من و او یک شخصیتیم، یه راهیم، یه فکریم و یه ایده هستیم. بعد سید الشهدا فرمودن که محترمترین کس نزد پیامبر کسانی بودند که بار مردم رو برمی داشتن، انگل برای مردم نبودند، از جامعه آویزان نمی شدند بلکه بار جامعه رو برمی داشتن. حالا یا بار مادی یا بار فکری، بار معنوی، بار یا باری از مردم برداری، یه مشکلی از مشکلات انسان رو حل کن.
بعد فرمود که من سأله حاجتا لم یرجع الا بها او بمیسور من القول، هر کس به پیامبر رجوع میکرد از او چیزی میخواست، کمکی میخواست، محال بود بی جواب و با دست خالی برگرده. اگر داشت پیغمبر به او میداد، اگرم نداشت پیامبر او رو با کلمات زیبا بدرقه میکرد، ازش عذر میخواست، او رو آرامش میکرد، بهش آرامش میداد، میگفت چیزی ندارم ولی، و بعد چیزی میگفت که از دادن او چیز پیش اون فرد عزیزتر بود. میگه هیچ کس از نزد پیامبر ناراحت بیرون نمی آمد، حتی دشمنانش وقتی در کنار به کنار اوشون میرفتن و تو ساحت قدس پیامبر قرار میگرفتن، وقتی از جلسه می آمدن نمیتونستن متنفر باشن از او. قد سار للناس ابن، پیامبر برای مردم پدر بود، و سارو عنده سوا، و همه مردم بدون استثناء در چشم اون مساوی بودند. برای هیچ کس بی دلیل احترامی بیشتر از بقیه یا بی احترامی بدون دلیل قائل نمیشه. وقتی روایت میگه پیامبر اهل تسویت و نظر و الاستماع بین الناس، حتی نگاهش به مردم مساوی بود، حتی به سخنان افراد که گوش میداد به طرز مساوی گوش میداد. اینقدر حقوق بشر، تأکید و دقت رو حقوق بشر، حتی حق نگاه کردن به او و حق گوش دادن سخنانش، میفرمود حتی در این حقوق مساوات رو پیامبر رعایت میکرد. محال بود به یک کسی دو برابر یک کسی دیگری بی دلیل نگاه بکنه، یا به حرفای یک کسی با اشتیاق گوش کنه، به حرف یک کسی دیگه بدون دلیل. توی یک روایت داره پیامبر جوری به حرفای ما گوش میکرد، ما فکر میکردیم داره استفاده میکنه ایش. عجب نکته جالبی مثلا شما میگه فکر میکنید داره استفاده میکنه، واقعا نمیدونست داره میدونه. حالا حتی در گوش کردن به سخنان کسی اجازه نمیگذاشت او تغییر بشه. وقتی کسی فکر میکرد داره حرف مهمی میزنه، پیامبر با اهمیت گوش میداد به سخنانش که او خجالت نکشه. بعد سید الشهدا میگن که پیامبر مجلس او مجلس حلم و حیا و صدق و امانت بود. در حضور او هیچ وقت صدا بلند نمیشد. در مجلسی که پیامبر بود قال و داد و قال نبود، همه به آرامی و منطق سخن میگفتند، همه مؤدب بودند، متعادلین. جلسه‌ای که پیامبر توش حضور داشت همه متعادل بودند، همه بر اساس تقوا سخن میگفتند، متواضعین، همه متواضع بودند. بعد میفرمود که تو جلسه‌ای که پیامبر بود همه به بزرگان و مسنترها احترام میگذاشتن و به کوچکترها با مهربانی برخورد میکردن، و یؤثرون ذلحاجه، به نیازمندان رو بر خود مقدم میداشتند، و یحفظون الغریب، محال بود یا آدم غریبه و بیگانه ای وارد جلسه بشه و پیامبر به احترام او بلند نشه، و جمع هم تحت تأثیر تعالیم پیغمبر نسبت به او بی اعتنا باشند. محال بود نسبت به یه آدم غریب و بیگانه ای از کنارش همه بی تفاوت رد بشن، حتما حرمتش و حقوقش رو حفظ میکردن حتی اگه خودش نمیدونست. یه غریب وقتی وارد این جمع میشد خودش رو غریب احساس نمیکرد. همیشه شادی در چهره پیامبر بود. حالا ببین این جمع کنیم با او، فرماد همیشه یه غم متصلی تو دل پیغمبر بود، ولی همیشه چهرهش شاد و خندان بود. شادیش برای مردم بیرون لبخند بر لبش، اما غمش همیشه در درون خودش او رو او غم میجوید، با او غم در درون زندگی میکرد و بیرون با مردم با لبخند. همیشه چهره پیامبر شاد بود، هیچ وقت ابروهاش در هم گره نمیکرد مگر وقتی بی‌عدالتی یا منکری رو میدید. سهل الخلق بود، یعنی با او خیلی راحت میشد رابطه برقرار کرد با پیغمبر، لازم نبود ادا اصول و مقدمات و دنگ و فنگ و اینا نداشت، راحت. لیس بفد ولا قلیل، پیامبر خشن و تندخو نبود، ولا فحاش ولا عیاب، هرگز فحش بر لب او جاری نشد، عیبگیر نبود، عیب مردم رو تعقیب نمی کرد، ولا مداح، در این حال مداح و اهل مبالغه در مداحی افراد هم نبود. این سنت خالی بندی که سنت رایج در همه جا. و بعد حالا این روایت من ختم میکنم با این تعبیر، فرمود که وقتی
حرف میزد و وقتی سخن میگفت همه ساکت میشدند انگار پرنده روی سرشون نشسته. اینا جملات سید شهدا است. انگار پرنده روی سرشون نشسته تا یک کلمه از سخنان پیامبر از دستشون نره. ولا یتنازعون عنده الحدیث، در حضور پیغمبر مردم تو حرف همدیگه وسط حرف همدیگه نمیدویدند. پیغمبر این ادب رو به اونها آموخته بود که هر کس سخن میگه همه سر تا پا گوش کنن، وقتی سخنش تمام شد شروع کنن به حرف زدن. و این تعابیر که حالا من یه نمونش رو عرض کردم که این شخصیت بزرگی که تاریخ رو تکان داد، علارغمی که همین کانون آفرینش در واقع باد ایشون رو نامید، در طول 10 سال حکومتش نزدیک به 80 جنگ رو یا مستقیم تو جبهه فرماندهی کرده و شمشیر زده یا نیرو فرستاده برای درگیری و جنگ و حکومت تشکیل داد. تمام این ابعاد مختلف شخصیت ایشون رو بایستی در کنار هم ملاحظه کرد. ببینید پیامبر یک لحظه های فاخر قدسی داره که کاملا دور از دسترس درک بشریت، ولی در این حال میتونه اونا مبنای عمل صالح و سعادت و زندگی بشر قرار بگیره. پیامبری چیه؟ پیامبری یک تلقی بیافت از اون امر متعالی و قدوسی است و در این حال منشأ آموزه‌های خیلی روشن و عملی هست برای زندگی فردی و اجتماعی. یه جنبه اطلاقی و قدسی داره که اون دیگه بدون خطا، بدون نسبیت، بدون سوء تفاهم‌های بشری به دست پیامبر اکرم رسیده، اما در این حال یه مفاهیم روشنی و غیر مبهمی در شریعت، در اخلاق و عقاید برای بشریت به ارمغان آورده. و گرچه خود پیامبری مفهومی است دور از دسترس ما، اما مفادش، یعنی دستاوردی داشته که کاملا در دسترس ماست، قابل فهم برای ماست، قابل عمل برای ماست، با حفظ مراتب البته. پیامبران همون نوابق نیستند. البته نوابق آدم های کوچیکی نیستند. نوابق کسانی هستند که فکرشون سریعتر از خودشون پخته شده. نوابق به همین دلیل لذا معمولا میسوزن تو جامعه و وارد یه پیکار بی صدایی با عصر خودشون و دوران خودشون میشن برای که اون عصر رو تغییر بدن. نوابق اگر نبودن بشر هنوز قارنشین بود، و بالاتر از نوابق پیامبران اگر نبودند، نوابق نمیتونستن هیچ تأثیری بگذارن در ساختن تاریخ بشر. در واقع باید گفت پیامبران اگر نبودند بشر هنوز قارنشین بود. نوابق کسانی هستند که عرض کردم با عصر خودشون هی تنه میزنن به هم، و همین باعث میشه که دوران معاصر اونها با اونها وارد یه درگیری بی صدایی بشه و اینها در واقع از درون و بیرون کیفر میبینند، به خاطری که هماهنگ با دوران خودشون نیستن، برای که چند قدم جلوتر از زمان پریدن، یه مدت جلوتر به دنیا اومدن، زود به دنیا اومدن. و معمولا اونایی که ذهنشون تندتره لبخندشون هم تلختره. بعضی ها میگفتن که انسان، این انسانهای پیشتاز و نوابق در واقع خنده رو اینا به دیگران آموختن، برای که خودشون به اندازه همه رنج میبردند مجبور شدن خنده رو اختراع بکنن تا یه مقداری تسکین بدن به این رنجی که میبرند به خاطر جلو افتادن از بقیه بشریت. می شدن واقع حیوان زاهک به تعبیر منطقی. بنابراین درسته که نبوغ برای نوابق معمولا گران تمام شده و هم اونا رو تو از زحمت انداخته هم مخاطبینشون رو، اما انبیا به مراتب فوق نوابقند. نبوت اصلا از سنخ این نبوغ های عادی بشری نیست. همون فاصله ای که انسان های عادی با نوابق دارن، حتی همون فاصله رو هم نوابق با انبیا ندارن، برای که اصلا سنخ نبوت از سنخ نبوغ نیست، یه چیزی دیگریست، یه عالم دیگریست. ما چون نبی نشدیم، ما و شما نمیدونیم چیست. تا پیغمبر نشدیم نمیدونیم پیغمبری چیست و نخواهیم دونست هیچ وقت. شجاعت انبیا هم از سنخ جنون نیست،
بلکه ناشی از یقینه. البته اون مجازن جنونی که به انسان قدرت تکلم میده، قدرت تکلم علی رغم همه، اون ایمانه. و این ایمان و این یقین چون در طول تاریخ همیشه محاسبات مادی این رو به هم زده و بازم به هم خواهد زد، جنون خوانده شد. ولذا یکی از توصیفاتی که تقریبا در همه دوران‌ها راجع به انبیا به کار رفته صفت مجنونه. و تو قرآن کریم اشاره شده است که هیچ نبی و پیامبری نیامد اللهی که اون جامعه معاصرش او رو مسخره کردن و او رو دیوانه خواندن، گفتن این آنورماله، این مال خولیا داره، داره خلاف همه عرف حاکم و جاری تو دنیا داره حرف میزنه. انبیا جلوتر از تاریخ و زمان دویدند و جلوتر از همه نوابق و زمان رو و تاریخ دنبال خودشون کشیدن. یک تنه انبیا یه همچین موجوداتی هست. حالا برسد به خاتم الانبیا که حسابش با همه انبیا باز متفاوته. ایشون یقین چیز کوچیکی نیست. یقین باعث میشه آدم با موجش کوها رو سوراخ کنه، با موجه کوه سوراخ کنه. یقین که اینقدر باش مبارزه میشه و کسانی حتی شک رو بر اون مقدم میدارند، منشأ بزرگترین تحولات و پیشرفت‌های انسان در ابعاد مادی و معنوی تو تاریخ همین یقین بود. و ملتی اگر یقین رو از دست داد، دیگه همه چی رو از دست داده. اونایی که اهل یقینن از هیچ مبدعی به این فلسفه لاعدری نزدیک نمیشن. لاعدری نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، شاید الان روزه شاید هم شبه، شاید حق حقه شاید باطل حقه. اون دو نفر بحث داشتم میکردم، گفت که اولی نظرش رو گفت، این آقا گفتش که شما درست میفرمایید، دومی خلاف و آمد گفت، این هم گفت شما اتفاقا درست میفرمایید، نفر سوم بهش گفت آقا نمیشه که هم این درست بگه هم او، گفت شما هم درست میفرمایید. این پلورالیسم و نسبیت گرایی دقیقا همینه، این نمونه بارز علنیش همینه. شما هم درست میفرمایید، شما هم که ضد ایشون میفرمایید درست میفرمایید، شاید تو درست بگی شاید هم تو درست بگی. انبیا آمدن با این شک مبارزه بکنن. انبیا طرفدار جزم ابلهانه نبودن، اما طرفدار شک هم نبودن، مگر شک مقدمی، شک به عنوان یه منزل بین راه، به عنوان یه مقر موقت، نه شک به عنوان یه منزلی که دیگه اونجا اردوگاه تو بشه بار تو اونجا بندازی. اینا آمدن به مؤمنین آموختن که اول وقتی نمیدونید بگید لا ادری، بگید نمیدونم، و بعد که دانستید و ایمان آوردید محکم بگید ادری، میدانم، من میبینم، من کور نیستم، من فرق حق و باطل رو میفهمم و پای دفاع از حقیقت و عدالت نیستم. برای من فضیلت و رذیلت مساوی نیست، همه اعمال با هم مساوی نیست، من موضع دارم. و این ایمانه، این یقین آگاهانه است، نه یقین عوامانه. این یقین آگاهانه است که همیشه آدمای لاغر و کمخون رو تو تاریخ تبدیل کرده به آدمای بسیار دلیر که میتونن همه فرمولهای سیاست و طبیعت و تاریخ رو حتی قبل از اینکه اونا رو بیاموزن تغییر بدن و عوض کنن این فرمولا رو. ولی نبوت حتی از سنخ این ایمان و یقین عادی بشری هم نیست، باز یه چیزی فراتر از اونه، گرچه این ایمان و یقین چیزی بسیار مهم و اساسی است. اینجوری نیست که وقتی که 4 نفر، 40 نفر، 400 نفر، 4000 نفر، 4 میلیون نفر در برابر شما ایستادن و گفتن آقا دو تا 4 تا نمیشه، بگید که خب بله دیگه نمیشه. یقین آگاهانه، یقینی که منشأش آگاهی است و دانش به یک واقعیت عینی است، در برابرش چه 4 نفر چه 4 میلیارد نفر بیستن براش مساوی است. ولذا هست که پیامبر فرمود که اگر خورشید تو دست راست من، ماه رو تو دست چپ من بگذارید، همه تون یه طرف وایسید من این طرف، این مثل روز روشن من دارم میبینم، من کوتاه نمیام از این حرفم.
یا حضرت امیر نقل شد که اگر همه عرب در برابر من بیستن، من یه طرف، همه جون یه طرف، من نمیترسم و عقب نمیرم. دو دوتا چهار تاست، ولو 400,000 نفر بگن 5 تاست. البته اینجور به این درجه از آگاهی و شناخت و صلابت شخصیتی رسیدن کار سختی ها. ما حتی رو دو تا چهار تا مرموز باستیم، گفتن به بنده خدایی گفت دو تا چهار تا، یکی آمد گفت آقا میشه 5 تا نفر، دوم اومد تو تا گفت 5 تا 10، 15 نفر 20 نفر. ازش پرسیدن که حالا دو تا چهار تا یا نه، چون ما همه دارن میگن 5 تا. گفت نه دیگه، اگه از این بودش میفرمایید دو تا 5 تاست، اگه از این جهت میفرمایید. نه آقا، از هیچ جهتی دو تا 5 تا نیست، 4 تاست. انبیا گره های مهم کور تاریخ رو اینجوری باز کردن، ولذا هر وقت اینا مبعوث شدن در برابر اجماع تاریخی ایستادن، در برابر اجماع ایستادن، اجماع بر جهل، و یه تنه عوضش کردن، عوضش کردن. پیامبر اکرم دو تا خدمت بزرگ، دو تا از خدمات بزرگی که ایشان به بشر کرد، من می‌خواستم تو این نوبت بهش اشاره بکنم. یکی خدمت معنوی و معارفی بزرگی است که ایشون کرد، و یکی خدمت بزرگ حقوقی و اجتماعی. به اینا اشاره می‌کنم و با ذکر بعضی از آموزه‌های ایشون در باب اجتماع و حق الناس عرضم و ختم می‌کنم. ببینید، اساساً یکی از بزرگترین خدماتی که پیغمبر اکرم به بشریت کردند، وصل کردن این ارتباط دو جانبه بدون پارازیت خدا با بشر و بشر با خدا بود، هر دوش. یعنی این سیم رو ایشون دوباره و این بار برای همیشه وصل کردن و رفتن. این علاوه بر این که صدای مقدس خداوند رو با امانت و عصمت کامل به ما رسوندن، و این کار بسیار بزرگی است، علاوه بر این از این طرف هم ایشون به ما آموختن که خدا رو چگونه بنامیم، با چه نامهایی بخوانیم، از او چه بخوایم، چگونه بخوایم، و توحید رو و معاد رو به ما آموخت، ارتباط معاش و معاد رو، تعامل ماده و معنا رو به ما آموخت، روش حرکت از دنیا به سمت آخرت رو به ما آموخت، بدون اینکه دنیای ما رو ضایع بکنه، بدون اینکه واقعیات طبیعی ما رو نبینه. و هیچ کدوم از اینا رو ما خودمون بهش دسترسی نداشتیم. اگر ایشون نبود، اگر پیامبر اکرم نبود، هیچ کدوم از اینا در دسترس ما نبود. یه حدسیاتی میزدیم مخلوط با یه خرافاتی. این خدمت بزرگی است که ایشون به بشریت کرد، یکی از خدمات بزرگی است که ایشون به بشریت کرده. اینا اختراعی نیست، اینا و امور عینیه. خدا رو، خداوند رو او برای ما توصیف کرد. اگه پیامبر خداوند رو برای ما توصیف نمی کرد، ما بین بت و خدا و خدایان چه فرقی میتونستیم قائل باشیم؟ مگه بقیه اقوام بشری که بت پرستن، تابویی ان، توتم پرستن، مگه اینا دنبال حقیقت نبودن؟ اینا هم دنبال حقیقت و خدا بودن و به اینجا رسیدن، برای که دستشون به دامان پیامبر اکرم نرسید. بله، اونا هم دنبال همین مطلوب بودن، ولی به کجا رفتن، به کجا رسیدن، چی میخواستن و چی شد؟ خداوند رو پیغمبر برای ما توصیف کرد. او ما رو از الحاد، که بزرگترین خرافه الحاده، بزرگترین خرافات الحاده، او ما رو از الحاد، چه الحاد بسیط و چه الحادهای پیچیده و مرکب، نجات داد. از انواع معنویت های انحرافی، بت پرستی، توتم پرستی، تابوها، از این سحر و جادو و جنبل های شیطانی، از ریاضت های غلط غیر انسانی، از شتهیات و تامات سرائی، و از این همه آدرس های تقلبی که از خدا تو دنیا هست، پیامبر اکرم ما رو از این آدرس های تقلبی نجات داد. حالا علاوه بر اینکه ایشون دوگمه‌های مادی و جزم‌های ماتریالیستی رو شکست و پنجره رو به سوی ماورای طبیعت برای ما باز کرد که ما هیچ وقت با دست خودمون این پنجره رو نمیتونستیم باز بکنیم و خفه می‌شدیم، و او باز کرد پنجره رو و به ما آموخت که چگونه انسان باشیم و چطور از گاو و چرنده و خزنده و اینا فاصله معقولی بگیریم که ما رو با اونا عوضی نگیرن،
و به ما آموخت که چگونه انسان باشید غیر از این خدمت بزرگ، از اون طرف هم به ما آموخت که که دنبال حقیقتید این آدرس درستشه. خدا رو با توهمات خودتون اشتباه نگیرید و این خدمت بسیار بزرگی است که خیلی بهش توجه نداریم. ما توی دعایی از امام سجاد علیه السلام رسیده که میگن بفرمان که خدایا تو را سپاس که به بشر اجازه دادی که تو را خطاب کند، تو را بخوانند و نام مقدس تو را بر زبان جاری کنند، سپاس که به ما اجازه دادی نام تو را ببریم و هر جا و هر وقت که بخواهند از تو و با تو بگویند و از تو هر چه میخواهند بخواهند. و خدایا سپاس تو را که به ما از طریق انبیا و از طریق خاتم الانبیا به ما آموختی که چگونه با تو سخن بگوییم و چگونه به تو نماز و نیاز بیاوریم و چگونه از تو کمک بخواییم، تو رو چطور صدا بکنیم. اینا آموزش‌های بزرگی است. شما امروز برید تو حلقه‌های مختلف معنوی و عرفانی در شرق و غرب دنیا ببینید چقدر محتاج یه همچین آموزش‌هایی هستن. حالا ما از اینا استفاده نمی‌کنیم، بحث دیگریه، ولی اینا کمک بزرگی بوده به بشریت. شما میدونید که فلاسفه الهی همه زورشون رو زدن تو تاریخ، به قصد قربت هم زور زدن، همه زورشون رو زدن از اثبات علت العلل بالاتر دیگه نرفت و خودشون هم دلشون نیامد آخرش وقتی که دارن مناجات میکنن با این نامها خدا رو بخونن که ای علت اولا، مثلا یا علت العلل یا واجب الوجود، خودشون هم دلشون نمیاد اینجوری صدا کنن خدا رو. عرفان بشری هم همینطور، عرفان بشری هم مستقل از انبیا نتونسته به این حقیقت حتی نزدیک بشه، از دور با چشم بسته گاهی بو کردن، ولی اون حرفایی که عرفای بشری در شرق و غرب عالم زدن علارغم همه زحماتشون، اینا کجا؟ اون حرفی که انبیا و خاتم الانبیا گفته، تصویری که او از خداوند ارائه داده، اینا کجا؟ معنویتی که اسلام داده با معنویتی که تائوئیسم و بودیسم و آیین شینتویی و اینا دادن یکیه. عرفای الهی هم آمدن به جای علیت از تجلی حرف زدن، از تجلی ذاتی و حبی و تجلی وجودی شهودی و فیض اقدس و فیض مقدس و به قصد قربت واقعا، اما بازم اون توحیدی که انبیا آوردن، توحیدی که خاتم الانبیا آورد کجا؟ این وحدت وجود صوفیان کجا؟ حالا این وحدت وجود الهی نمیگم که غیر از اون وحدت وجود مادی اینه، وحدت وجود الهی که خودش هم تقریرهای مختلف داره از فلوتین و رواقیون تا بزرگانی مثل ابن عربی و دیگران. گرچه همه این فلاسفه و عرفا، عرفای الهی همشون مأجورند و همشون خادمند، همشون خدمات بزرگی هم واقعا کردن به معارف بشری و میخواستن همین توحید انبیا رو بفهمن و بفهمونن، ولی راه کشف راز اصلی این جهان و این حیات رو فقط انبیا و به ویژه خاتم الانبیا به بشر آموختن. حالا بنده که متاسفانه خیلی اهل عبادت و معنویت نیستم، ولی اینقدر رو میفهمم که اگه همین مأثورات و ادعیه اولیاء معصوم الهی نبود، من واقعا نمیدونستم حتی خدا رو به چه نامی باید خواند و اصلا چطوری باید باش حرف زد، نمیدونستم. اینجا دیگه جای جعل اصطلاح و آفرینش های ادبی و حرفای مندرآوردی و اینا که نیست، که مسئله خیلی جدیه، مسئله ابدیته، مسئله مواجهه با کمال مطلقه. شما پیچیده ترین تلاش های عقلی و لطیف ترین مکاشفات عادی عرفای بشری رو در شرق و غرب نگاه بکنید، از مکاتب عرفانی یونان تا هندوچین، اینا رو یه تأمل ولو گذرایی ما داشته باشیم اگر روش، میبینید چقدر این دست و پا زدن های اینا نجیبانه و مظلومانه و در این حال مذبوحانه، چقدر مذبوحانه است. و امروز هم ما اگر نبود تعالیم پیامبر اکرم از ماورای طبیعت، اگر این معرفت الله و این عقلانیت که دستاورد نبوت ایشون بود اگر نبود، ما هم امروز از ماورای طبیعت و از ملکوت عالم یک کورسوی بیشتر پیش چشم ما نبود. و من یه جای دیگه هم عرض کردم که بدون تعالیم پیغمبر اکرم ما فقط یک معنویت مبهم، یک عشق مجملی
داشتیم در برابرمون که در معرض انواع خرافات و شرک ها و تابوها بود و گاهی حتی جنایت. و اگر نبود تعالیم پیغمبر، ما هم باید حالها مثل یا مثل سرخپوستا دور آتش میرقصیدیم، یا جلوی پای جادوگرا بچه هامون رو قربانی میکردیم برای تقرب خدا، یا زن شوهر مرده رو همراه جنازه شوهرش زنده زنده دفنش میکردیم برای که خدا راضی بشه، یا برای تقرب به خدا خودزنی و خودکشی های دست جمعی ترتیب میدادیم. اینا چیزهایی که حلقه های عرفانی الان تو شرق و غرب دنیا دارن انجام میدن، در هزارهای قبل هم انجام میدادن، الان هم انجام میدن. وقتی راه درست سخن گفتن به خدا و تقرب به او رو پیامبران از پیامبران نیاموزیم، بخید به یه معنویت مبهم مجملی دست بندازی، یکی از همین کارا رو باید کرد دیگه. یا باید زمستونا بری ساعت‌ها تو آب تمرکز بگیری، تو آب یخ تمرکز بگیری برای تقرب به خدا، یا برای ثواب هر شود که اورادی رو که از شیاطین آموختند برای تقرب به خدا اونا رو بر لب جاری بکنیم و نجوا بکنیم. خب ببین، این همه فرقه های معنوی و باطنی تو دنیا هست که البته در هر کدوم از اینا یه رگه های از حقیقت هم واقعا هست و مخلوط شده با شرک و با خرافه، و خیلی متفاوته با اون معنویت توحیدی که خاتم الانبیا نابترین و کاملترین نوعش و سطح اون رو به بشریت عرضه کرد و حقیقت مطلقه منطقه در حد ظرفیت ما آدم ها. بنابراین این بخش از عرضم خاتمه بدم با این توضیح که این آشنایی با خدا و آموزش طرز گفتگو با خدا، این یکی از برکات بزرگ روز مبعث، از برکات بزرگ مبعث پیغمبر اکرم. و ما واقعا باید از پیامبر اکرم تشکر بکنیم مستقلن بابت این آموزش های بزرگ ایشون که ما رو، و الا باید وقت میذاشتیم بریم ما هم دنبال این چپاق مقدس و رقص ارواح و عرشبت که خدایان کوچک و این جادو و جنبل فالبین های امریکا. میدونین همین الان هم هنوز تو امریکا در همین نیویورک و در کالیفرنیا و اینا یکی از گرمترین بازارها بازار فالبین هاست، یعنی طبقات مرفه تحصیل کرده دانشگاهی یکی از بیشترین مراجعات رو به فالبینا و فالگیرا دارن. یا هم سرکارمون با این تبلهای افریقایی، افریقایی های بدوی و جشن آدمخواری و اینجور چیزا دیگه غالبا میافتاد اگر آموزش های هر کدوم پیامبر اکرم نمی بود. حالا عرفان یهودی و عرفان مسیحی که از قرنها قبل با شرک رومی و با اساطیر یونان مخلوط شد حسابش جداست. برید سراغ شرق که مرکز عرفان دیگه، یعنی منطقه هندوچین، به عرض شود که ادیان چین و تبت و خاور دور، شاخه های مختلف هندویزم، بودیزم، معارف کنفوسیوسی، عرض شود که الگوهای تائویی و آیین شینتویی، این ادیان جدیدتری که تو ژاپن ظهور کرده مثل آیین پیل کیودان، حالا ژاپنی که تو جلسه همون نداریم که، یا ادیان جدید امریکایی مثل مورمون ها، مثل این جریان مکتب روحگرایی اسپریتوالیزم که تو امریکا الان طرفدار زیاد داره پیدا میکنه، و یا سرزمین هند که اصلا فستیوال ادیانه، فستیوال ادیان به معنی واقعی کلمه، که دین ودایی، دین پورانایی، دین نمیدونم جینی، تانترایی، سیک ها همینطور ریختن رو هم، فرقه های مختلف و همه برهمن ها، شمنیزم، همه به قصد قربت به حقیقت مطلق، همه دارن کورمال کورمال دنبال یه نوری میگردن که اون نور رو خاتم الانبیا مجانی در اختیار ما ها گذاشته، مجانی، و اونا محرومن، مستضعفن به معنی واقعی کلمه. البته ما هم مستکبریم به معنی واقعی کلمه، یعنی اینا در اختیار ماست و بهش رجوع نمی کنیم اصلا، و الا کسی، من عرض کردم دوباره تکرار میکنم، من نمیخوام کتمان بکنم ارزش هایی رو که در آیین های مختلف عرفانی در دنیا وجود داره، نمیخوام بگم اینا به کلی عاری از ارزشه و 100% سیاهه و باطل محض، اینو نمیخوام واقعا بگم. در خیلی از همین ها، در همین وداها، اوپانیشاد ها، شما مفاهیم خیلی زیبا و آموزنده و الهی زیاد میبینید
که همه معلوم یه رگه هایی از عالم اله واقعا درش وجود داره، منتها بحث درآمیختن اینها با انواع خرافات و شرک است که هر شبت گاهی واقعا عطاشو به لغایش باید بخشید و اینا رو باید مقایسه بکنید با توصیف هایی که قرآن از خدا داده، با کلمات و دعاهای پیغمبر، با صحیفه سجادیه، با صحیفه علویه. بی‌طرفانه اینا رو باید با هم مقایسه بکنید. به علاوه که اصلا این عرفانی که اسلام و تشیع ازش بحث میکنه یه چیزی یه بعدی نیست، یه عرفان منفی. از اون طرف هم به تمام زندگی عینی بشر، به مشکلات مادیش، حتی به حق شکمش، به حقوق جنسیش، به حقوق سیاسیش، به همه اینا هم توجه داره. این خیلی هنر بزرگی است که شما لطیف‌ترین عرفان رو در کنار عینی‌ترین و عملی‌ترین دستگاه حقوقی و فقهی عرضه کنی به بشر. این جامعیت هم یه طرف قضیه است. بنابراین فرق اسلام با آیین شینتو یا با بودیزم یا با مسیحیت فقط تو عرفان و معنویت، فقط ببخشید در شریعت اسلام نیست، در عرفانش هم هست، تو معنویتش هم متفاوت است. بهترین دلیلش هم اینه که شما نوع توصیفی که این مکاتب از معنویت میکنن، نوع نتایجی که میگیرن، نوع توصیه های معنوی که میکنن، میبینید کاملا با هم دیگه متفاوته. یه نکته دیگه من عرض بکنم خدمتتون که این بخش دومه و مربوط میشه به مسئله مفهوم نبوت، اینم خواهش میکنم خیلی دقت بکنید. با مفهوم نبوت نباید بازی کرد و خیلی ها مشغول این بازی شدن، نه الان، از زمان بعثت خود انبیا. این بازی خیلی بازی خطرناکیه و نه فقط آثار شوم معرفتی بلکه آثار فاجعه بار تاریخی و اجتماعی داشته و خواهد داشت. همیشه کسانی بودن، هستن و بازم خواهند بود که چون جرأت ادعای نبوت یا انکار صریح نبوت رو ندارن، مفهوم نبوت رو دور زدن، سعی کردن این مفهوم خرابش بکنن. یعنی چون خب به سطح بالای نبوت نمیتونن برسن، این مفهوم نبوت رو پایین میکشن و میخوان به هر قیمتی که شده این امر ماوراء طبیعی رو طبیعیش بکنن، طبیعیش جلوه بدن. و فلسفه های مادی که برای دین، برای نبوت، برای کار انبیا اینا تراشیدن، شما بحثایی که تو جامعه شناسی دین، تو روانشناسی دین، تو فلسفه دین، تو بحثایی که فنومنولوژیست های دین کردن، پدیدارشناسان دین، نگاه بکنید تصویری که هی میخوان حقنه کنن از دین و از نبوت و از وحی، پایین کشیدن این مفاهیم از مراتب بالای الهی آسمانیش به مراتب کاملا مادی و زمینیش. نبوت رو با شاعری مقایسه کردن. الان هم میگن زبان دین زبان شعر و مجاز و تشبیه و استعاره است. در صدر اسلام هم به پیامبر اکرم میگفتن چیه؟ شاعر است. اون موقع میگفتن کاهن است. الان هم میگن که اینا یه تجربه روحانی شخصی آنورمالی است که یه فردی بهش دست میده. پایین کشیدن سطح نبوت به سطح به مسائل طبیعی، یا اگه غیر طبیعی هم هست، غیر طبیعی از نوع آنورمالشه، از نوع زیر طبیعی، نه فوق طبیعی. نمیدونم دوستان چقدر با آثاری که تو جامعه شناسی دین، روانشناسی دین یا فلسفه دین بحث میشه، تو بحثی تحت عنوان کلام جدید گاهی مطرح میشه، چقدر آشنا هستن و آیا ملاحظه فرمودید ایرو که تقریبا همه اینا او ادعای اصلی انبیا رو که خود وحی و نبوت است مفروض گرفتن که این قطعا دروغه، این باطله. بعد میان بحث میکنن از این که خب این ادعا که دروغه، اما حالا بحث کنیم چرا اینا این ادعا رو کردن. یعنی یا آثار فردی و اجتماعی باور کردن اینا رو بررسی میکنن، اما این که اینا دروغه قطعی و جز اصول موضوع است، این از اساس مفروض گرفته میشه. و نگاهشون به دینم یه نگاهی است که درش بت پرستی و توحید همش معنویت، فرق نمیکنه، همه اینا معنویت. غافل از این که آهن و فولاد از یک کوره هم که در بیان، یکیش نعل الاغ میشه، یکی شمشیر آب دیده. اینا رو چطور شما هر نوع
تا یه کسی چشماشو میبنده بهش میگید اینا معنویت و عرفانه، تا چشماشو بس شد معنویت و عرفان. فرض اینا اینه که این مفهوم تکلم الهی، کلام الله، تشریع الهی، احکام الله، عرشبت که اصل وحی به معنی دینیش، اینا دروغه بلکه محاله. اینو فرض میگیرن اول، بعد وارد این بحث میشن که آقا خب حالا علت این فعل، علت ادعای پیامبری ببینیم چیه، اینا چه مشکلی داشتن ادعای پیامبری کردن. و کسانی که حرفای اینا رو باور بکنن، فرد یا جامعه‌ای که حرفای اینا رو باور بکنه، چه تأثیرات روانشناختی یا جامعه شناختی در اون فرد و در اون جامعه قابل بررسی است. این تقریبا موضوع بحثشونه. حالا این کسی که ادعای پیغمبری کرده، مثلا هدفش آرامش دادن به اضطراب‌های شخصیش بوده، اینا یه جور تخدیره، این کارکرد ایدئولوژی داره نداره، هر شبت که این خدمت به اغنیاست، یه پوششیست برای جهل بشر، برای ترس بشر از نیروهای ناشناخته، این چیه اینا؟ ولی اصل وحی دروغه، اصل نبوت کذبه. بیایم بررسی بکنیم که نتیجه این ادعا و باور کردنش تو جامعه و تو تاریخ و تو نفس بشر چی بوده یا چی میتونه باشه. این موضوع این علومی که چون حدود در حدود 7 حوزه معرفتی راجع به دین الان در دنیا داره مطالعه میشه از 7 منظر، ولی تقریبا همه اونا اینو که عرض کردن مفروض گرفتن، این اصلا سنگ اولشون. گاهی هم میگن ما از بالا نگاه میکنیم و داوری نمیکنیم، ولی در واقع تمام فرضیاتی که روش بررسی میکنن مبتنی است اصلا بر همین، که اصلش که دروغه، اصلش که راست نیست و فرقی نیست بین نبی و متنبی. همه انبیا متنبی بودن، بلکه درسته اگر بگیم باید گفت همه متنبیان نبیان. هر کسی که ادعای نبوت کرده و خواهد کرد، همشون به یه اندازه حق دارن ادعای نبوت بکنن و به یه معنا نبیان. وقت اینجا یه سوالاتی که مطرح میشه، این سوالات همین پیشفرض های غلط داره. میدونی سوالی که پیشفرض غلط داره یه جور مغالطه است. منطقی این ما بهش میگن جمع مسائل فی مسئله واحده، یعنی چند تا مسئله رو در ظاهر یه مسئله جواب دادن و ترک کردن، و یه چیزی نزدیکی به همون مغالطه است که غربیا بهش کامپلکس کوشنز میگن، یعنی مغالطه سوال مرکب. این مغالطه سوال مرکب یه مغالطه است که تقریبا در تمام یه علومی که راجع به دین در غرب داره بحث میشه، یا تو آکادمی‌هایی که تحت تاثیر دین شناسی غربن بحث میکنن تحت عنوان کلام جدید و اینا، دوچار این مغالطه میشن. این کامپلکس کوشنز یعنی این که طرف یه سوالی رو مطرح میکنه، ولی در واقع یه سوال نیست، در ضمن او دو سه تا ادعاست، یه چیزی رو مفروض گرفته و شما به اون سوال هر طور که پاسخ بدید، چه مثبت و چه منفی، او ادعای سوال کننده، ادعای طرف مقابل رو چیه؟ پذیرفتید. مثلا میان به شما بگن که شما به طلبکارانتون چک میدید یا پول نقد؟ شما چه بگید چک میدم، چه بگید پول نقد، در هر صورت یه چیزی رو قبول کردید و او بدهکار بودن خودتونه. این سوال، این مغالطه در باب دین، در تمام این حوزه هایی که در باب دین و وحی و نبوت بحث کردن تقریبا رایج بوده. مثلا من سوال میکنن که آقا انتظار ما از انبیا و دین دخالت در اجتماعیات باشه یا نباشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه اینکه خود دین چی هست و اصلا چی گفته دخالت در اجتماعیات داره یا نداره، این که اصلا منتفیه. بحث اینه که ما چه جوری دین رو تفسیر بکنیم و چه انتظاری از او داشته باشیم. همه چی تابع ماست، هر تفسیری میشه از او به دست داد. حالا هر تفسیری، حالا که هر تفسیری ازش میشه به دست داد، بهتره چه تفسیری ارائه بدیم ازش؟ دقت کردید رو؟ یعنی مغالطه کامپلکس کوشنز. یا میگه که آقا زبان دین که یک زبان غیر معرفتی، سمبولیک، اساطیری و مجازی و شاعرانه است، این دنبال چی چیزی است تو تاریخ؟ آقا اصل مسئله اینه که کی گفته زبان دین زبان شاعرانه و مجازی و اساطیری؟ کی گفته اینو؟ اصل این قضیه باید جداگانه ثابت بشه. بهترین جواب به این جور مغالطه ها جوابی است که اون بنده خدا داد، که اومدن بهش گفتن آقا بچه‌تون زده با ماشین یکی رو زیر کرده. این گفت که ماشین بچه من خرابه، چطور کسی رو زیر کرده؟ بعدم این که بچه من اصلا ماشین نداره، سالسه من اصلا ازدواج نکردم، بچه ندارم من.
اینا از سر و ته میکنن ادعاشون راجع به مسئله دین، اینو مفروض میگیرن که اصل وحی و نبوت و بعثت دروغه. بعد میام بحث میکنیم ببینیم حالا این دروغی که ادعا شده و به هر صورت ادعا شده این چه نتایجی داره و چجوری باید باش مواجه شد. دقت میکنید؟ و عرض کردم راه حلش اینه، پادزهرش هم اینه که شما باید فوری اون سوال رو به سوالات واقعی، یعنی به اجزاء خودش تجزیه کنید و تک تک سوالات رو مستقلا جواب بدید. تا سوالات ساده جواب نگیرن سراغ سوالات مرکب نباید رفت. خب من نکات دیگه هم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در باب مسئله نبوت، ولی چون وقت ما رو به پایانه، با بعضی از روایات که از پیامبر اکرم خدمتتون عرض میگم، بعضی از اون خدمات دسته دوم رو که خدمات حقوقی و انسانی است به جامعه بشری، اونا رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید پیامبر اکرم برخلاف کاهنان و ساحران و شاعران که دنبال مرید و حق و زحمه و هر شبت که امتیاز و سله و اینجور چیزا بودن، دقیقا برخلافش عمل کردن. حتی دنبال مرید شخصی هم نبودن، دنبال عبد خدا ساختن بودن، نه مرید من و عبد من بودن. درست برخلاف این کسانی که با هر بهانه‌ای باید به طور طبیعی بازارگرمی بکنن، ولو با زبان شاعرانه و مجازی، پیامبر اکرم و پیامبران درست برخلافی عمل کردن. اولا شعار همه پیامبران این جمله بود که در آیه قرآن کریم بارها ذکر شده که لا اسألکم علیه اجرا، من بابت این زحمات و مجاهدت ها از شما مردم کمترین پاداشی نمیخواهم، دنبال یه چیزی برای خودم نیستم، دنبال مرید درست کردنی که با پارو حق گذاشتن باشه هم نبودن. نقل میکنن که وقتی که پسر ایشان ابراهیم در دوران خردسالی از دنیا رفت، خب پیامبر اکرم آمدن موقع دفن او، پیامبر گریستن بالا سر جنازه وقتی که دفنش میکردن. بعضی از اصحابشون آمدن گفتن آقا پیامبر رو گریه، اونم برای مرگ؟ فرمود آری پیامبر و گریه، چون پیغمبر چشمه جوشان عاطفه و احساسه. میگریم اما شکایت و جزع نمی کنم، من پدرم، گریه می کنم اما برداشتی از مرگ نمی کنم که اون برداشت خلاف توحید باشد و باعث خشم خداوند بشود، جزع نمی کنم. بعد حالا اون اتفاقی که اینو حالا فرمودن قلب من می شکند، چشم من می گرید، اما با مرگ درست مواجه می شود، ولی من احساسات دارم. پدری که در فراق فرزندش نگرید که پدر نیست. حالا اون تیکه که میخوام بهش استشهاد کنم اینه، اون روز اتفاقا خورشید گرفت، کسوف شد، تو مردم شایع شد که این خورشید گرفته به خاطری که آسمان عزادار ابراهیم، یعنی خورشید به خاطری که پسر پیغمبر از دنیا رفت گرفت. پیامبر اکرم در همون وضع همون روز مردم رو خواست و در یک سخنرانی ایشون، در یک خطبه، در یک صحبتی فرمودن که مردم این خورشید که امروز گرفت آیه خداست، اما گرفتگیش هیچ ربطی به مرگ ابراهیم من نداره، هیچ ربطی. مردم خورشید و ماه برای مرگ کسی یا تولد کسی نمیگیره، یعنی کار رو برای کسایی که بعد ازی هم تا الان بخوان یه مرتبه از خسوفی کسوفی چیزی حق بازی پاچلی را بندازن عوام فریبی بکنن، خط اونا را هم کور کرد تا آخر. شما بعضیا گفتن که آقا حالا شما خودتون نخواستین استفاده کنین، چرا کاروبار ما رو کساد کردی برای بعد؟ گفت خورشید و ما برای مرگ کسی نمیگیرد، اینها هر وقت دیدید خورشید یا ماه گرفت فاذن کسفا فصلوا، نماز بگذارید، اینها آیه خداست. یعنی اولا میگه با مردم میگه من با شما تو احساسات انسانی تفاوتی ندارم، برخلاف این مرید بازها و متنبیان که ساحر و کاهن و شاعر که همیشه دنبال مریدن، دنبال تفاوتن، ولی تفاوتای دروغی با بقیه مردم. و بعد بهترین بهانه برای بازارگرمی که مردم هم شاید واقعا نمیتونن ابطال بکنن، بگن که نخیر این برای مرگ ابراهیم نبوده، او رو نه تنها از دست میده عمدن، بلکه اصلا خرابش میکنه که بعدا هم کسی نتونه دیگه استفاده کنه. و سوم اینکه از همین حادثه هم برای آرمان توحیدش و برای ارتقاء سطح درک مردم و برای نشر تفکر توحیدی استفاده میکنه.
نگاه پیامبر به مردم و به حقوق مردم، شما ببین سراسر بحث حقوق مردم و هدایت مردم. تو جنگ احد که زدن پیامبر رو مجروح کردن، دندانش رو شکستن، پیشانیش رو شکستن، پاش مجروح شد. اونجا داره که بعضی از اصحاب خدمت پیغمبر بودن، گفتن آقا این مردم رو نفرینشون کن، تو داری برای هدایت اینا مبارزه میکنی، به خاطر سعادت اونا داری مبارزه میکنی، بعد اینا باید اینجور برخورد میکنن. اونجا داره که پیامبر دندانشون رو در دستشون گرفتن و رو به آسمان گفتن که اللهم اهد قومی، خدایا این مردم مرا هدایت کن، خدایا راه رو بهشون نشون بده. انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن، اینا نمیدونن من چی دارم بهشون میگم، نمیدونن من دنبال چه هدفیم. یعنی نفرینش دعا بود که خدای راه رو به اینا نشون بده، اینا کورن. تو جنگ بدر داره وقتی اسرای دشمن رو می آوردن، بسته بودن به زنجیر می آوردن، که پیامبر فرمود هر کدومتون به 10 مسلمان سواد خواندن و نوشتن بیاموزید آزادید و چه و چه. بعضی از این دشمنای قدیمی پیغمبر تو اسرا بودن، از دور دید که پیغمبر ایستاده داره لبخند میزنه. همطور که آوردن اسرا رو از جلوی پیغمبر رد کنن، یا آمد جلوی پیغمبر، به پیغمبر گفتش که بله دیگه بایدم بخندی، حالا ما رو گرفتی و مثلا ما تو دستتیم و اینا، بایدم بخندی. پیغمبر فرمودن نه، من به اون دلیلی که تو فکر میکنی من نخندیدم، من میخندم از این که شما رو با زنجیر باید ببرم به بهشت، با زنجیر باید ببرم تون بهشت، من میخوام به شما خدمت کنم، با من شمشیر میکشید. اصلا ایشون فرهنگ زندگی رو، فرهنگ سیاست رو، فرهنگ حکومت، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ خانواده، همه رو تغییر داد، روابط انسانی رو. ایشان آمد فرمود به مردم که مردم کلکم را، من چوپان نیستم شما گوسفند، همه تون چوپانید، کلکم را، همه تون چوپانید، و کلکم مسئولون ان رعیته، همه تون خودتون رو در برابر مردم و سرنوشت جامعه مسئول بدونید. نگید دیگران پیغمبر هست، رهبری هست، حکومت هست، اینا مسئولیت میفهمن و عمل میکنند، که به ما چی مربوطه. این حس مسئولیت پذیری و شخصیت دادن به مردم. پیامبر فرمود که، یا در واقع مسئله حکومت، که به حکومت به چشم امانت الهی و امانت مردم نگاه بکنید، نه به چشم یک چیزی که مستقلن هست، و با مردم درست مدارا بکنید. ایشون وقتی که چیز رو معاذ ابن جبل رو میفرستادن برای یمن، از جمله آموزش‌هایی که دستوراتی که در واقع بهش دادن اینا بود، فرمودن که یسر ولا تؤثر، بر مردم آسان بگیر، سخت گیر نباش، و بشر ولا تنفر، مردم رو متنفر نکن از دین، به مردم بشارت بده، ظرفیتشون کمه، اینا تازه مسلمونن، ظرفیتشون رو رعایت کن. وقتی حضرت امیر به یمن میرفتن، حضرت امیر آمدن خدمت پیامبر گفتن اذنی، منو موعظه کن رسول الله، رهنمود بده، من دارم میرم یمن. از جمله چیزایی که اونجا فرمود پیامبر بهشون، فرمودن که وقتی نماز جماعت باشون میخونی، نماز جماعت طولش نده، مراعات این ضعیفتراشون رو بکن، نماز رو زود تمومش کن. تازه مسلمونن، هنوز آمادگی برای تعقیبات و نوافل و مقدمات و مؤخرات و اینا نداره، این نماز در حد همون واجبات، خیلی مراقب باش اینا که ظرفیتشون کمتره، متنفر نشن از دین و از عبادت، اینا رو باید کمکشون کرد، پله پله باید بیرون، یه مرتبه نبرشون رو سقف، مراعات ظرفیت مردم و مدارا کردن با اونها، سخت گیر نکردن. البته این آسانگیری و مدارا غیر از مداهنه و سهلنگاری و سازشکاری بر سر حقایقه. یا اینکه اصلا جزء تعالیم مسلم اسلامه که پیامبر، اصلا آیه قرآن است که فرمود، خداوند خطاب به پیامبر فرمود که شاور هم فی الامر، با مردم در امور اجتماعیشون، در چارچوب وحی، اونجایی که خلاف دین خدا نیست، با مردم مشورت کن، مشاوره کن، از مردم نظر بخواب، شریکشون کن، درگیرشون کن با مسئله حکومت و اداره جامعه. حاکمان مستقلا جامعه رو اداره نکنن، مردم جداگانه زندگی بکنن. شاور هم فی الامر، با مسئله اداره جامعه و حکومت با مردم مشاوره کن، مردم رو مشارکت بده، کاری کن مردم احساس کنن همشون درگیر این کارن، حکومت رو همه مردم احساس کنن خودشون دارن اداره میکنن. این منطق قرآنه و منطق پیغمبر اکرمه که دستور بده، اما فقط دستور ندید،
مردم رو با مسئله حکومت درگیرشون بکنید. این که با مسئله اصالت عقل، اصالت علم و توجه دادن به علم و عقل، که اصلا حالا آیات روایات خیلی زیاده، من فقط همین عرض میکنم که اصلا پیامبر فرمودن، این تعبیر پیامبره که آموزش میدادن هر کس عملی، هر عملی انجام بده بدون علم، بدون آگاهی و تخصص، کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، خرابکاریاش از اعمال درستش بیشتره. یعنی وقتی بدون علم و آگاهی و تخصص وارد هر کاری که بشید، بیشتر خراب میکنین اون کار رو. بدون علم و آگاهی وارد هیچ کاری نشید. این توصیه مؤکد پیغمبر اکرم بود با مسلمونا، توجه دادن و به علم و اصالت علم و عقل. آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا، راجب یک کسی بحث میکنن، آقا ایشون خیلی آدم خوبه، بسیار گلیه. پیغمبر فرمودن که کیف عقلو، عقلش چجوره؟ گفت دیگه حالا عقلش درد استاندارد اینا نی، ولی آدم خوبیه، مقدسه، متدین. پیغمبر دوباره فرمودن کیف عقلو، عقلش چطوره؟ گفت آقا عقلش دیگه، حالا خیلی سوال نفرمایید. پیغمبر فرمودن عیبی نداری، آدم بدی نیست، اما او آدمی که انبیا میخوان بسازن، مسئله عقل و عقلانیت در او خیلی مهمه. حالا اون هم ممکنه ببرن به بهش، جایی بگن آقا برو گوشه بهش، برو خوش باش. اما او چیزی که انبیا میخوان، انسان عابد، زاهد، مجاهد، عاقل. یا این تعبیر از پیامبر اکرم که فرمودن لا دین لمن لا عقل له، گفتن هر کی عقل درستی نداره، بدون این دین درستی هم نداره. این جمله پیغمبر اکرمه، دعوت به عقل و عقلانیت و دعوت به علم و آگاهی. و این که کاری که کسی کاری بلد نیست بهش نسپرید. ببینید ابوذر، ما از ابوذر کم دیگه واقعا کسایی داریم از ابوذر، از استاندارد ابوذر بهش برسن یا بالا بزنن. ابوذر انسان بسیار وارسته و بزرگی است. ابوذر کسی که پیغمبر میگن کان اکثر عبادت ابوذر التفکر، بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود. آقا بعضیا فقط این حالت انقلابیگری ابوذر رو دیدن، این بعد تفکرش و عبادت‌های طولانی رو ندیدن. در این حال با همه عظمتش ابوذر، ایشون قدرت مدیریت نداشت، مدیر نبود. اونجا داره که پیامبر حکومت تشکیل دادن در مدینه، خب به هر کسی یه مسئولیتی دادن، به بعضی ندادن، از جمله به ابوذر هیچ مسئولیتی تو حکومت نداد پیامبر اکرم، هیچ. وقت اونجا خود ابوذر نقل میکنه، میگه که من به خدمت پیغمبر بودم و گفتم که هیچ کاری چیزی از من بر نمیاد در خدمت به جامعه و دین و فلان اینا. پیامبر فرمودن که، خودش میگه، میگه ببینید نگاه ابوذر به حکومت و مدیریت نگاه مادی نیست، که بگه آقا یه سهمی هم به ما بدین. چون آخه بعضیا بودن میامدن وقتی موقع تقسیم مسئولیت ها یا کسی مثلا انتخاب میشد، میامد سر یک کاری و دوره او بود، همه دورش جمع میشدن آقا در محضر حضرت عالی ما در خدمتتون هستیم و تکلیف چی و ما در خدمتتون باشیم. چون اینا موقعی که جهاد و جبهه و انفاق و گرسنگی است اهل تکلیف نیستن بعضیا، موقعی که مسئولیت و شغل و تقسیم غنایم و اینا همه اهل تکلیفه. وقت آمد گفتش که تو دعا داره هم راجع به پیغمبر هم از حضرت امیر که دور اینا میگه آقا ما در خدمت تونیم، کاری چیزی مسئولیتی اگه هست میفهمد، ما به اونایی که دنبالشن نمیدیم، این رسم عادت ماست. این هم از پیغمبر نقل هم از حضرت امیر، گفت من یه عادتی دارم آقا، اونجایی که دنبال شغلم من بهشون نمیدم، برای که معلوم میشه که فکر میکنن یه خبریه اینجا، میگن مثلا دارن آش نظری پخش میکنن، در حالی که اینا همش مسئولیته. ولی بعضی ها مثل ابوذر به عنوان واقعا تکلیف واقعا آمد به پیغمبر گفت آقا کاری از من برنمیاد، همونطور که برای جهاد و شهادت آمده بود برای این کارم آمده، گفت کاری از من برنمیاد که انجام بدم. خود ابوذر میگه که من از پیغمبر پرسیدم الا تستعملونی، من رو به هیچ کاری مسئولیتی کاری به من نمیسپری، فضرب بیدهی الا منکبی، با دست زد رو شونه پیغمبر، گفت یا ابوذر انک ضعیف، که ابوذر ضعیفی برای مدیریت ضعیفی. بعد فرمود و انها امانه، و مسئولیت های حکومتی امانته، امانت خدا و مردمه، یه ذره از حقوق مردم نباید پامال بشه این وسط، یه توهینی به مردم نباید بشه این وسط. حالا البته ابوذر اهل حق کشی و توهین نبود، ولی بحث مدیریت و اداره تخصصی هم یه مسئله است تو اسلام، تو مشروعیت پست و مقام ها دخالت داره. آقا کسی که کار رو بلد نیست قبول کنه، مشروعیت نداره پیش پیغمبر اکرم کارش، مگر بحث اضطرار و اجبار و اینا باشه، دیگه بحث دیگریه که هر کاری میشه کرد.
عرض شد که وقت اونجا میگه پیغمبر به من اینو گفتن و بعد فرمودن که انها یوم القیامه خزی و ندامه، این مسئولیت های حکومتی روز قیامت جز رسوایی و پشیمانی هیچی نمیاره برای اونهایی که به تکلیفشون درست عمل نکنن و حق مردم رو پامال کنن و حدود الهی رو ضایع بکنن. بعد فرمود الا من اخذها به حقها، الا اونایی که این حق رو داشته باشن و بتونن و عد الذی علیه فی بتونن درست ادا بکنن این مسئله رو. هر شبت که بله، اون روایت هم که عرض کردم اینه که با قدرت طلبا و ریاست طلبا میگه، یک کسی میگه ما پیش پیغمبر بودیم، یک کسی آمد گفت یا رسول الله امرنا علی بعض ما ولاک، یه کاری هم به ما بدید، ما دیگه سالها در محضر در رکابتون بودیم، یه کاری هم به ما بدید. این دیگه از سنخ ابوذر نبود، از اون سنخ دیگرش بود. پیغمبر بهش فرمودن که انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علی، به خدا سوگند من هیچ پست حکومتی رو به کسانی که هرس میورزند و دنبالش میدوند من نخواهم داد و نمیدم. برای که اصلا یه درک غیر دینی داره از مسئله مسئولیت و حکومت. یا در باب رعایت حریم خصوصی مردم، که حریم خصوصی مردم رو درست رعایت بکنید، این روایت هم گوش بدید، حضرت از پیامبر نقل شده که ایشون فرمودن اگر کسی به شما چیزی گفت و بعد اطرافش رو نگاه کرد فهیه امانه،